روز به روز رپ فارسی داره سورپرایزمون میکنه و سورپرایز همیشه به معنای مثبت نیست. سورپرایزای اون از اتحاد، اون از زدبازی، اون از نسل چهار. چی شد که همه افتادن به جون هم دیگه و چی شد این زخم کهنه سر باز کرد از طرف فدایی؟ چی شد اصلا فدایی تصمیم گرفت که همچین کاری انجام بده؟ چی شدش که فدایی دشمن هیچ کس شد؟ کسی که ببین مثلا یه بچه سرشو اینجوری انداخته بود پایین، هیچ کس میگفتش که بچه این فدایی کارش خیلی خوبه. چرا؟ میدونی آدم باید بدونه که چی میشه که این اتفاق میفته. و میدونی یه چیزی که مثلا عجیب میتونه بکنه این داستانو، اینه که یه کسی بوده که تا حالا باهاش در ارتباط بودی یا دوستش داشتی یا حال میکردی باهاش یا اصلا کاراشو گوش میکردی، بعد یه اون آدمی در اومده که هیچکی توقع نداره. خب صدق همیشه همینطور بوده، همه داستانای تاریخی، همه بکاپ ها همشون همین مدلی بوده. تو هر فیلمی رو نگاه بکنی، هر کارتونی رو نگاه بکنی، از بچگی همین بوده. طرف میومده یه موجودی رو یا مثلا یکی همجنس خودش رو ترین میداده، آموزش میداده، همون میشده واسه شاخ. از پانده کنفوکار بگیر، اون شیره بودش که گرفته بودنش، استاد شیفو بهش یاد داده بود دیگه. بعد اومد مثلا ترکون، میدونی اومد همه میخواست منفجرشون بکنه، از بینشون ببره، تا همین اسپارتاکوس. خود اسپارتاکوس مگه برده نبود؟ مگه کتک نمیخورد؟ همه رو کشت. میدونی مبنی بر این نمیشه که تو حداقل یکی رو به یه جایی رسوندی یا کمکش کردی به اونجا برسه، حتما باید تا آخر عمر احترامتو نگه بداره یا مثلا رازتو بخواد نگه داره. آخه ببین بحث به نظر من احترام و ریسپکتی نیست اصلا. ببین من نمیگم کار فدایی اشتباهه، نمیگم درسته. من زمانی که ترک فدایی ریلیز تو گفتم چی شده، گفتم فدایی دو تا ترک داده که کلی هم خوشحال شدم، گفتم آخ آره. جون بریم گوش بدیم، حتی قرار شد ریاکشنش همون شب بگیری. ولی دیشب ما این کار انجام ندادیم به خاطر این کسان دیدیم که دیسترک هیچ کس. داستان خیلی پیچیده تر از این صحبت و هست. اون وایس 8 دقیقه‌ای فدایی اتفاقی ما شروع کردیم. بچه سلام، ببخشید واقعا خیلی چاکرید، خیلی خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. اون داستانایی که مثلا تو اون وایس 8 دقیقه‌ای فدایی بود، میدونی انگار هم فکت توش بود هم فکت نبود. خودش که میگفتش که من تازه شهریور فهمیدم این مسائلو، بعد خیلی صبر کردم به خاطر اینکه بخوام حالا دهن باز بکنم و فلان و فلان و فلان. یعنی نمیدونستم، اگه میدونستم از این زودتر دهنم باز میکردم. و این دهن باز کردن اشاره به کاورم میتونه داشته باشه، چون کاورم انگار یه ماست میتونه باشه یا یه چونم حلیم کپک زده و سامتین لایک دات. یه چیزی این وسطش انگار از شبیه سکه میمونه، میبینی؟ یا یه چشم میمونه یا یه لنز میمونه، مشخص نمی کنه، نمیدونم. حالا غذایی ببین، معلومه که یه ببین قاشق نماد خوردنه. خب یعنی که این غذا کپک زده رو داره میخوره و یه چیزی که خیلی وقت اکسپایر شده و به زور شاید داشته تحمل میکرده، یا شاید تا آخر اومده دهن باز کرده که مثلا بگی خیلی یه از مسئله، یه موضوعی که خیلی وقت مونده ازش، خیلی وقت گذشته، یعنی از اکسپایرش خیلی وقت گذشته، شاید یه جوری این کاور کنایه هم باشه. به هر حال میدونی چند وقته انگار رپ فارسی کلا توش جنگه، یعنی از اون ور نسل چهاری و از اون ور اتحاد، از اون ور نمیدونم سامان بیسون، از اون ور فلان، از خود زدبازی هستن، جدا شدن سیجل و خود هیپاپولوژیست و گاتپوری که یه جوری تقریبا همشهری میشن و به قول خود گاتپوری یه گیت با هم فاصله دارن. میدونی انگار همه با هم جنگ دارن در آخرین اون برهه‌ای که مثلا همه چی کام داون میشه، همه چی اوکی میشه، یا مردم یه خورده اون تنشه میخوابه، دوباره میان اینا با هم دیگه میافتن به جنگ. انگار یه چالنجی پیش میاد دوباره. میدونی شدن این سیاپوستا، چون فقط رپرای سیاپوستن که رو هم دیگه اسلحه میکشن و در آخرش هم که سورپرایز فدایی ترک یادگاری دیسترک پدر رپ فارسی سروش لشکری یا سروش هیچکس. و خیلی عجیب این دیسترک با اون وایس 8 دقیقه‌ای توی چنل میتونید ببینید. بچه‌ها من لینکش حالا توی دیسکریپشن براتون میذارم، میتونید رو چنل تلگرام و چنلایی که رپ فارسی رو پوشش میدن اون وایس 8 دقیقه‌ای رو کامل ببینید. خیلی مسائل در رابطه با اون مجاهد بودن هیچکس و اتفاقایی که افتاده با فکت‌های مختلف که خیلی ویدیو طولانی میشه میخوام اگه بگم. و اینکه همه آرتیست ها تقریبا بیشتر آرتیست ها نظرات زیادی داشتن و نظرات خیلی زیادی دادن. خیلی کامنت اومده و کلا فهواشم، یعنی
میدونی بعضیا حالت مثلا سوسو بودن و بعضیا پشت هیچ کسو گرفتن، ولی خب اینجوری که ما داشتیم میدیدیم و ما مثلا پیگیر اخبار بودیم، هم خیلی مثلا پیگیر فدایی نبودن، بیشتر مثلا ناراحت بودن. آره دیگه، چون که هم زیر تون وانکیت به این موضوع اشاره کرد، هم کوروش به این موضوع اشاره کرد، کچیویز، خیلی ها بچه میدونی 100% کسایی که رپ فارسی دنبال میکنن از تمامی حواشی با خبرن، وگرنه اصلا کسی گوش نمیده این صحبت ها رو، چون کسی که میدونه داستان چیه و الان هیچ کس مثلا چی شده براش مهمه که اینا رو بدونه. ولی خب برای من خیلی عجیب و ناراحت کنن، اصلا نمیدونم راجع به این ترک باید چی بگم. و یادگاری هم دیسترک هیچ کسه، بریم که گوش کنیم. فکر میکنم این جمله ای که هیچ وقت فکر نمیکردم بگم، بریم که گوش کنیم دیس فدایی به پدر رپ فارسی. بریم ببینیم که بعد از این 8 دقیقه چه چیزی تو آهنگ داره. بریم. خیلی خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. همونطور که شما هم حدس میزدید، بیت و پرودیوس کار از مهدیار عزیز بوده. بریم که بشنویم کار بیشتر از این معطرتون رو کنم. راجع به کاورم که صحبت کردیم، بریم که گوش کنیم کارو. وقتی که پوپولیست به ما نمیچست به توده یو کومونیست. چی؟ اوچیگری مردی که پوپولیست به ما نمیچست به توده یو کومونیست. وقتی که پوپولیست به ما نمیچست به توده یو کومونیست. اوه میگه مردی که پوپولیست. معذرت میخوام، اینو یادمه توی وایسی که توی 8 دقیقه که روی چنل تلگرام بود من گوش کردم، اینجا که میگه تودی به ما نمیچسبه. آره. چون هیچ کس اومده یه توییتی زده بود گفته بود که ترک طواف آلبوم حق فدایی مدح از مریم فیروزه، مریم فیروز، و اومد فدایی اصلاحش کرد، گفتش که چون من اونجا گفتم مریم فیروزم نه باج نمیدم، یعنی من مثل آره. مریم فیروزم باج نمیدم به کسی. ولی من فکر میکنم این حرفو که اینجا زده به خاطر همون اسمشه که گفتش که این اسم خودشو گذاشته فدایی، یعنی مثلا فدایی داره و یه حزب و مثلا کمونیسم و فلان اینا، که برگشت گفتش که فدایی فامیلی مادرم بوده. آره گوش دادم کامل منو بایستا. آره اسم کنم شاید اینجا منظورش بوده. مهدی که پوپولیست به ما نمیچست به توده یو کمونیست. اوچیگری کارت تو آخر خطی ملتف دایره، زیر میگیری ما رو در نره تایره، تشت دو سه فائزه چقدر داده بود مایه بس، فکر میکنه که عبست فائزه فائزه چقدر داده بود مایه بد. توی همون وایس 8 دقیقه هم گفت دیگه، زمان رفسنجانی مثل اینکه یه دونه ترک برای رفسنجانی هیچ کس خونده بوده، بعد الان میگه فائزه چقدر داده بوده، چقدر داده بوده بهت. میگیری ما رو در نره تایره، تشت دو سه فائزه چقدر داده بود مایه بد، فکر میکنه که عبس ولی امامزاده طاهره، یه نخاله بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با کت، بالاخره کاسه داغی آش. میگه اونج یه دونه نخاله بودی تو ما، یعنی با ما نباشی میزنی لایی به خودت، اگه مثلا ما دور برات نباشیم بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با کات، بالاخره کاسه داغی آش رو با پیر پیش رو که دور زدی تو مارزی، تو همه رفیقاتو دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نای. میگه پیشرو رو دور زدی توی مالزی. بچه ما فکر میکنم تو این ترک قرار خیلی پاز بزنیم، اگه میخواد حتما لینک رو توی دیسکریپشن میذارم، ترک خواستین اورجام بشن رو چنل ملتفت و فدایی فکر میکنم هستش. و میگه پیشرو رو دور زدی توی مالزی. من قضیهشو نمیدونم. رفیقاتو دور زدی. قضیهشو منم نمیدونم، ولی مثلا اینکه شاید به خاطر پاس و اینا بود، یه چیزای یادم میاد ریز. دور که دور زدی تو مالزی، تو همه رفیقاتو دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک، صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات، جزء مراسم کالت خون تو میخوریم جای آب انار، راست بگو انو عکس نمیگیری با زنا، شورت سفید رو بنده میزنی گیره به شاهزاده اکم تو اومده با دو تا کیسه برنج، فیلم بازی نکن قاسمی. آزاده از کمپ اومده با دو تا کیسه برنج، کمپ چیزو میگه اشرف. تو بنده میزنی گیره به شاهزاده اکم تو اومده با دو تا کیسه برنج، فیلم بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به تو، که رهبری قدرت تو از دیکتاتورم میشه گرفت، بساز ارتش سایبری و کو تخریب، مسلمون بودن سخت نی میذاری صف سخت مسلمون بودن. و من نمیدونم باید واقعا اصلا بابت این ویلیکس که فدایی داره شاد باشم، یا بگم چرا خفنه، یا بگم چرا خفن نیست. میدونی یه فضایی اسم کنم حاکم شده، یه عده این میگن که آقا مثلا چقدر اون آدم بد بوده.
یا مثلا چرا این همه مدت اومد با مردم بازی کرد و اینا، یه عده خب افکار عمومی این شکلیه دیگه. آره. با مردم بازی کرد بعد خودش مثلا مجاهد بهش میگه که آره بهش میگه دیکتاتور که از بین میره، تو که رپری ولی قدرت از دیکتاتوری هم میشه گرفت. به نظر من این یه قطعه از هنر نیست، به نظر من یه تماسه. این کلا هم میتونه یه تماس بشه و فکر میکنم جزو به یاد موندنی ترین ترک های رپ فارسی باشه که بشه. کسی یادش نره اصلا این موضوع، ولی 100 درصد جواب باید داشته باشه. حالا تلفن بساز ارتش سایبری و که تخریب مسلمون بودن سخنی میذاری صفحه پشت ما لودادی چیری که رئیس مخبرا باید به تو میدادی پیلی تو خواهی تو خاکی میکرد. آه بسه پشمان میگه باید به تو میدادیم بیلیتو. بیلیت همون دیسترکه که به حسین داد، یعنی یه جورای اینجا هم یه چراغ سبز اونوری هم زدن، نمیتونه صرفا چراغ سبز باشه ولی به هر حال داره میگه باید به تو میدادیم بیلیتو. بیلیتو دیگه باید به تو میدادم. بیلیت به کشتو که خزانت پره، شهر خالی بوده و عجیب عددت شده. لودادی چیری که رئیس مخبرا باید به تو میدادیم بیلیتو خواهی تو خاکی میکردی بشینی جای بود. قسم به ماه پر تو فرقمون تو به مرگ آقای لشکری کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گود تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی خیلی خفنه این پسر هستن. چقدر کورسه کار خوبه، خیلی خفنه و واقعا چقدر بد، یعنی چه اتفاقی افتاد که یه بخشی اصلا یه کچی یه دونه کامیونیتی زده بود، نمیدونم تو چنلش گذاشته بود که رأی‌گیری کنید واسه پدر جدید رپ فارسی. و چقدر بد که یه همچین سیچویشنی پیش اومده تو رپ فارسی و اصلا نمیدونن هیچ کس هم نمیدونه دقیقاً باید چیکار بکنه. مثلا موقعی که حالا ما خیلی هم بچه نبودیم، چشم باز کردیم رپرمون هیچ کس بود. الان احساس میکنم که کابوس دارم میبینم، یه همچین حرفایی دارم اصلا خیلی عجب. من اول ریاکشنم گفتم من فکر میکنم هیچ وقت همچین حرفی رو نمیشد که همچین حرفی رو بزنم، یعنی فکر نمیکردم پیش بیاد همچین حرفی بزنم. بریم که بشنویم دیسترک فدایی به هیچ کس. Are you fucking kidding me؟ مثلا این حرفا واقعیتش خیلی میدونید آزاردهنده است، چون یه خواننده برای مردمه، از مردمه، چه بسا این که رپر هم باشه، چون یه رپر فقط باید راجع به سیاست و جامعه بخونه و حرف بزنه، بعد مثلا توی همچین قالبی رفته باشه نمیدونم، ولی من پشمون میگم نمیدونم واقعا. تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراش گنزد دیدم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم مریم میشم مریم فیروز هم مریم رجبی که مریم رجبی که خلق مگه نیستم مریم رجبی. او راست میگی، شاید من نمیدونم، شاید هم میگه مثلا میشه نوچه یه چیز میشی، من نمیدونم این آره، که داری میگی، شاید مثلا میگه نوچه مریم فیروز میشی تو. آره البته نه، فکر میکنم چیزی که تو میگی درسته. یعنی بچه ها اگه بچه ها اشتباه میکنیم کامنت میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراش گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر بیترینه چیشه یه مشتما فلزی کامیونه واسه تا لاستیک میارم منه برزی باکس آزی میکنی ملتفت زده تو کار اسفلای جنتیک ته 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 میافتی مثل کنیدی سرنوشت داد خفم بود که سر این تکنیک استفاده کرده بود خودش که میاد میگیرن رومو مثل کندی جانف کندی رو میگه که ترورش کردن خیلی باحال نیت کرد کامیونا واسه تا لاستیک میارم منه برزی باکس آزی میکنی ملتفت زده تو کار اسفلای جنتیک ته 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 میافتی مثل کندی سرنوشت آزاده میشه بدتر دایانا کله یه عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا میگه سرنوشت آزاده میشه بدتر دایانا پرنسس دایانا رو میگه که کشتنش تلاته میگفتن که تصادف کرده سرنوشت آزاده میشه بدتر دایانا کله عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا سوالی که برام پیش اومده اینه شب پا تختی رابطه چگونه بوده بین مامانا هنو همونه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا ساپورت بشه مدرک همه همیشه محکم ترن حالا برو به آزاده بگو راپورت بده
میگه فکر کنم همسرشون رو میگه دیگه، همسر سروش لشکری رو میگه که آزاده بگو پیام بده، ولی خیلی عجیبه این کارهای فدایی. و هم میگه مثلا من یه همه چیم سندم مدرکم محکمه، خب تو اون 8 دقیقه ویدیو خیلی پست و استوری و توییت و این چیزا خیلی آره اسکرین شات خیلی رو کرده بود، چسبونده بود به اون حرفایی که زده بود. به هر حال میگم این واقعا عجیبه، یعنی اگه یه کس دیگه ای به نظر من جای هیچ کس بود هنوزم معلوم نیست چه اتفاقی بیفته در آخر. به نظرم این مخاطبا و مردم هم که تصمیم میگیرن چه اتفاقی بیفته و منم در این باره واقعا نظری ندارم، ولی اگه هر کس دیگه ای بود مثلا یه همچین سیچویشن شرایطی پیش میومد همچین اتفاقی براش میفته، کریر یارو کلا تموم میشد دیگه. تمام میشد آره. الان چون داره میگه، میگه آخه دم رفتنت رو اسمت میخوره یه زب در زدی. مدرک و همیشه محکم ترن، حالا برو به آزاده بگو راپورت بده، اما یادگاری میمونه برات کبودی، اوج تو اون موقع بود که نبودی، به تا میاد و فوقی عمودی، مرتی که دگوری راست بگو چند تو مجاهد اومده بود شب عروسی هنوم هستم انگال و بینم. میگه اوج تو اون موقع بوده که نبودی، حالا بیتا رگباری میاد چند تو مجاهد اومده، چند تو مجاهد اومده بود تو عروسیت. خیلی سنگین آجی دگوری راست بگو چند تو مجاهد اومده بود شب عروسی هنوم هستم انگال و بینه تو این سوزی کدو تنبل، ما رفاقت تو سک میریم بالا، تو صندلی تمیشه پلوم از دست آقا جانی نبود، الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک. میگه مهدیار آقا جانی اگه نبود تو الان سیدی فروش بودی تای گلو بندک، سیدی فروش بودی تای گلو بندک. آخه زمان یه زمانی هم خیلی قدیم، یعنی یه زمان که تازه مثلا آلبوم های هیچ کسی ریز شده بود، اون موقع هیچ کس خودش مثلا میرفته اون سیدی آلبومش رو تحویل میداده، 5,000 تومن 10,000 تومن میفروختن مثلا آلبوماشونو، و این موضوع رو من فکتش رو خوندم، اگه پیدا کنم براتون حتما میذارم، که مثلا اون موقع خود پیشرو و مثلا هیچ کس میرفتن آلبومشون رو دستی میفروختن پخش میکردن، و این فکر میکنم از اونجا وام گرفته که همچین حرفی داره میزنه که میگه آیندت میشدین. و میگه مهدی آقا جانی نبود، خب مهدیار یکی از خفن ترین اشخاصی که برای اینو مثلا بیت کار میکرده و بیت کار میکنه همین الانم. دلی تمیشه پلوم از دست آقا جانی نبود، الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک، ضربت و نوش کردی شب قدر، تو شغالی نسگ زدین همه جور تو کشیدم، من خرله میشه زیر برف سر کف فامیلا سارق لحظا من سر خم قدغن، تو اگه ما نباشی سر خم قدغن. لفظی بوده که مجاهدا که یه لیبل کرده بودن اونو، یه لوگو کرده بودن طبق عکسایی که البت فدایی گذاشته بوده، و این لفظ فدایی بوده ظاهرا مثلا رفته بوده تو اونا. زیر برف سر کف فامیلا سارق لفظا من سر خم قدغن، تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم، تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر، یعنی آخرش گن زدی دم رفتن، رو اسمت میخوره یه زبدر، تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر، تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم، تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر، یعنی آخرش گن زدی دم رفتن، رو اسمت میخوره یه زبدر، تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر. جایزیه یه سازمانی تونو گاییدم با نم صد دستت داستانی داره، چون فردا یه چیزی رو بیراه نمیگه. ولی خیلی هم غمگین بودم هم خیلی خفم بود کار. آره خفم بودن که خفم بود، و هم واقعا متاثر شدم، انگار ختم بودم رفتم ختم. آره یه همچین احساسی دارم، نمیدونم باید بچه شما هم نظرتون حتما توی کامنت برام بنویسید. آره. تو این ویدیو یه خورده حقیقتا حال من گرفته بود، اگه مثل همیشه نبودم واقعا عذرخواهی میکنم، یه خورده اصلا زیاد رو مود همیشگیم نبودم، ولی واقعا یه اتفاق عجیبی بود برام. امیدوارم که یه سری اتحادا، یه سری متحد بودن، یه سری کلکلای اضافی واقعا حذف بشه. حالا این که واقعا کلکل نیست، من تو کلا تو کامیونیتی نسل چهاریو و بچه‌ای که الان توی بیفی افتادن دارم میگم، شنبه و جمعه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و اینا. به معنای حالا کلمه که نمیشه گفت، به معنی عامیانه یه جوری پته رو آب ریختن بود، این چیز نبود. آره دیگه انگار پتهشو ریخ رو آب دیگه. آره. یه جوری، و خیلی ها گفته بودن مثلا چرا آدم مگه دستی که بهش خطر داده رو گاز میگیره و فلان و از این خیلی از این حرف آرتیست رو زده بودن در این باره، و اینکه هر کسی یه نظری داره، و به نظر منم بچه‌ها حالا که اینو میبینید شما نظرتون رو بنویسید، ولی خب مثلا به نظر
من خیلی حیفه و ناراحت کننده تراژدیه. برای من تراژدی بود چون من واقعا هیچ کسو خیلی دوستش داشتم و دارم، ولی خب تراژدی دیگه وقتی میبینم که یه آرتیست مردمی همچین کاری مثلا توی همچین داستانی افتاده، خب برای من ناراحت کننده است. و اینکه چه بسا اینکه پسرش بخواد بیاد اینجوری مثلا توی کامیتی، چون فدایی یکی از کسایی بود که خود هیچ کس معرفی کرد دیگه. آره دیگه، اینجوری مثلا حالا پسر معنویش میشه دیگه. ولی به هر حال میگم امیدوارم یه سری اتحادات شکل بگیره بین بچه ها و بتونیم کارهای خفن‌تر بکنیم، چون اینجوری کامیونیتیمون خیلی محدود میمونه. فقط اگه بخوام همدیگه رو بزنیم خیلی محدود میمونه. و من به عنوان نظر شخصی میگم، به عنوان یه مخاطب رپ فارس دارم اینو میگم، چون شما وقتی که حالا چیز باشه نمیشینی دیسترک گوش کنی که آره. چون ترکایی که اکثرا داریم میشنویم جدیدن همشون یه تیکه به یه کسی داره دیگه آره. و همونطور هم که توی ریاکشن گادفوری گفتم آره. گفتم من توقع داشتم بعد از ریلیز آلبوم گادفوری بیف نسل 4 شروع بشه آره. ولی من فکر نمی کنم جوابی پاسخی داشته باشه این دیسترک از طرف هیچ کس، فکر نمی کنم. نمیم شاید، البته باید صحبت هیچ کس هم شنید، چون سری اول هم که فردایی اومده بود یه توییت زده بود در این باره، هیچ کسی واکنش نشون داده بود دو روز بعد، ولی خب یه سری حرفاش تو لفافه بود. اینکه مشکلاتی داره و شاید هم درگیر باشه رو من خودم هم حدس میزنم، ولی در مجموع نمیدونم. بازم شما مخاطبا تصمیم میگیرین که چه اتفاقی افتاد. خوشحالم که تا اینجا ویدیو با ما بودید، امیدوارم از ویدیو لذت برده بوده باشید. این ویدیو یکم متفاوت بود، امیدوارم مزاجتون خوش بیاد. دوستتون داریم زیاد. میتونین کانال هم سابسکرایب کنین و لایک کنین ویدیو رو. لایک شما خیلی به ما کمک می‌کنه. خیلی متشکرم. مرسی که هستید. دوستتون داریم. مخلصم. خدافظ.